در ارتباط با کره بادوم زمینی قبلا پستی منتشر کردم، روش تولیدش رو گفتم، ترکیباتش رو گفتم و محدودیت‌های مصرفش رو. اما یک بحثی داریم ما در ارتباط با کره بادوم زمینی صنعتی و خالص وقتی راجع به خود کره بادوم زمینی می‌خوایم صحبت بکنیم. در اونجا اشاره کردم به اینکه به خاطر داشتن چربی‌های خوب مثل اسید چرب اولئیک، که اولئیک اسید چه اسید چرب خیلی خوبه، به خاطر داشتن فیبر و پروتئین و احساس سیری که ایجاد می‌کنه، در صورت که به مقدار مناسبی مصرف بشه و متعادل مصرف بشه، میتونه یه ماده غذایی خیلی 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 خوب باشه برای مصرف. تا اینجا صحبت کردیم. اما وقتی که این محصول رو در صنعت تولید میکنن، یک حسن داره و چند ایراد. حسنی که داره اینه که وقتی که بادوم زمینی رو دریافت میکنن، به لحاظ میزان آفلاتوکسین کنترل میکنن که سم آفلاتوکسینش در واقع در حدود استاندارد باشه یا منفی باشه. ولی چیزی که در خانگی ما مثلا ما بادوم زمینی بخریم و تهیه بکنیم، این اطمینان رو نداریم، مگر اینکه بادوم زمینی که می‌خریم رو باز از یک برند معتبر بخریم. ولی اگر فله بخریم، خب این کنترل رو نداریم. این حسنشه. یا ویژگی‌های دیگه کیفی که به لحاظ تازگی و سلامت همون اسیدهای چرب خوب درش میشه کنترل کرد، این ویژگی خوبیه که نوع صنعتی داره. اما انواع صنعتی که در حال حاضر در بازار موجود هست، وقتی لیبلش رو نگاه میکنید میبینید بهش سری افسودنی ها زدن، شکر بهش اضافه شده، بهش بعضن انواع روغن های هیدروژن استفاده شده توش که میتونه برای سلامت مضر باشه. بنابراین اون ویژگی های کیفی که ما از کره بادوم زمینی انتظار داریم ممکنه در نوع صنعتی نباشه. بنابراین لطفاً لیبل رو مطالعه بکنید و در واقع ما باید متقاضی یک محصول خالص و سالم از صنعت باشیم که کنترل شده باشه. محدودیت مصرف دیگه هم وجود داره. آلرژن بادوم زمینی جزو آلرژن های اصلی، خیلی ها بهش آلرژی دارن، ممکنه نتونن استفاده بکنن، این هم هست. اما موضوع اصلی من در ارتباط با فرمول شدن کره بادوم زمینیه، به خاطر که میخوان ماندگاری بالاتری داشته باشه، میخوان اون حالت پخش پذیری خوب داشته باشه، به خاطر همین با مواد افزودنی دیگه اونو دستکاری میکنن و به لحاظ مصرف شکر و اسیدهای چرب غیر در واقع ذاتی خود کره بادوم زمینی میتونه این محصول رو از حالت مفید به مضر تبدیل بکنه. پس باید محدودیت مصرف داشته باشیم.